آموزش امروز دیگه نیازی نیست برای ساندویچ از بیرون نون باگرد بخری. نونو باگرد خود درست که اونم نون باگرد تورد و کریسپی. کاملا. بچه ها سلام، احوال دهتون چطوره؟ انقدر برام کامنت گذاشتی که چرا همش با مرغ غذا درست میکنی، چرا همش کباب غذا درست میکنی. آموزش امروز خیلی خاص و دیدنیه. 6 گرم مخمر خشک احتیاج داریم، 5 گرم شکر، 4 گرم نمک، 220 گرم آب سرد و 300 گرم هم آرد. میخوام امروز براتون یه نون ساندویچ خوشمزه درست بکنم. ایده که این نون از کجا اومد؟ چند وقت پیش توی اینستاگرام آقای حمید معصومی نژاد که همه ما میشناسیمش توی ایتالیا گزارش از یه ساندویچ فروشی خیلی پرطرفدار شلوغ گذاشته بود. نونه خیلی خوبی داشت، روش خشک بود، داخلش نرم، گاز که میزدی صدای تورد نون وسوسه میکرد. امروز میخوایم با هم دیگه این نون رو درست بکنیم. برای شروع کار ما 220 گرم آب سرد رو میریزیم داخل ظرف. حالا مخمری که بهتون گفتم اضافه میکنم، شکر رو هم اضافه میکنم و همینطور هم نمک رو. حالا این رسته با هم مخلوط میکنم. فقط با هم مخلوط کنید، احتیاجی به این که 15 دقیقه بمونه تا قوام بیاد اصلا نداره. حالا داخل ذره بزرگتر من برمیدارم، مواد مایع و خیسم رو اضافه میکنم. حالا نوبت آرده. بچه آرد هم به یک باره اضافه کنید. حالا یه لیسک بردارید و آرون شروع کنید به هم زدن. دقت داشته باشید میزان آبی که بهتون گفتم با میزان آرد باید با هم تناسب داشته باشن. اگه آردتون آبخورش زیاد باشه آب بیشتر مصرف میکنید، اینو تعجب نکنید. اگه دیدید خیلی سفت شد بهش کم آب سرد دوباره اضافه کنید. یکم که شکل گرفت خمیرمون به این شکل در اومد، اگه دیگه وقت خواهد بچسبه کوچولو به آب سرد بذاره خیلی کما. حالا روش رو میکشیم، استراحت اول بهش 20 دقیقه زمان استراحت بدیم. خب دیدید که اصلا نیز به ورز دستی نداره. خب مرحله اول خمیرمون روش رو کشیدیم، بهش 20 دقیقه استراحت میدیم. نکته مهم، اصلا نباید جاش گرم باشه. برخلاف خمیر قبلی بودیم باید جاش گرم باشه تا به قوام بیاد، این نیازی به جای گرم نداره. پس بریم تا 20 دقیقه بعد مرحله دوم. خب ما 20 دقیقه اولمون استراحتش رو کرد. حالا کاری که میکنیم، بچه‌ها دقت کنید، یه آب سرد بذارید بغل دستتون، انگشتون داخل آب بذارید، همین دو تا انگشت. حالا از بغل دست از زیر میبریم داخل به این شکل و بلند میکنیم. اگه چسبید با دست چه جداش بکنید از این پایین به این شکل، بعد بلند کنیم بسید روی هم دیگه. یه دونه بر به این شکل، بعدی از بغل به این شکل، دوباره به این شکل، دوباره یه بار دیگه از این طرف، حالا از این طرف. حالا دوباره روش میکشیم و 20 دقیقه دوباره بهش استراحت میدیم. بچه من فهموش کردم بگم وقتی که اولین بار میخوام روش رو بکشیم و بهش 20 دقیقه استراحت بدیم، یه قاشق هم روغن زیتون بریزید روش، هم نزید، فقط بریزید روش، بعد روش رو بکشید. اینو فهموش کردم بهتون بگم. حالا بعد از دو تا استراحت 20 دقیقه خمیرمون رو منتقل میکنیم به سطح میز کارمون که آرد پاشی کردیم حسابی. بچه میگین او بارو این اصلا نباید خیلی ورزشی، ما یه خمیر شلو مونده فقط رو هم دیگه تاشون کنید به همین شکل، فقط تا کنید روی هم دیگه. ببینید اینا همش به خاطر داشتن گاز داخل خمیره. اگه بخوایم خیلی ورزش بدیم این گاز از بین میره و کیفیت نونمون میاد پایین. نیازی هم به وردنه نداره، با همین دست میوزید. ببینید این همش حبابه. به به تا میکنید رو هم دیگه به این شکل. حالا از اینجا تا میکنم، دوباره از این ور تا میکنم، حالا به این شکل چونش میکنم از پایین. حالا
حالا من خمیرم رو به 3 تا چونه به 2 تا چونه تقسیمش میکنم. بچه ها این داخل خمیری میبینید کاملا مرطوب و حسابی هم عمل اومده. حالا اینها رو دونه دونه چونش میکنم. بچه برای چونه کردن دقت داشته باشید، لبوها رو بیارید داخل به این شکل، خیلی باهاش بازی نکنید. بعد برش گردونید و از بغل چونش کنید، بذاریدش کنار. این یکی از خب بعد شما هم جیدم تحت کارم تمیز کنم. وقتی چوناتون رو گرفتید، چونه ها رو هم یکم روش آرد بپاشید و روش حالا یه دستمال تمیز بکشید و حدود هر کدومشون رو 10 دقیقه بهش اجازه استراحت بدید. بعد از 10 دقیقه میام که به شکل فرم بدیم و دوای فریبتون بگم. خب بعد از استراحتی که بهش دادیم، خمیر ما کاملا آماده است. دوستان برای پختن این خمیر حتما نیازه که شما فرتون شعله‌اش هم از بالا هم از پایین همزمان روشن باشه. اما خب بعضی از فرها، من جمله فر خود من، این قابلیت رو نداره، یعنی همزمان روشن نمیشه. من به همین خاطر با کمک فول و کاغذ روغنی یه قالب بر اونم درست کردم، چون اگه قالب نباشه وقتی که پهنش میکنید توی ظرف به بغلین میتونه بیشتر پهن بشه، پس بهتره که یه قالب استفاده کنیم. خب این قالب رو من خودم درست کردم، میذارمشون رو توی فر. حالا سطح کارم آرتپاشی میکنم، یکی از چونه ها رو منتقل میکنم به اینجا. دقت کنید اینجا دیگه اصلا وردنه نیاز نداریم، با دست به این شکل شبیه یه مستطیل بلند درش میارم. به این شکل. حالا یه نیم کره رو من روغن زیتون میریزم، با یه لیستک روغن سطحش رو به این طرف کلن آغشته میکنم. ببینید هنوز هم داره حباب میزنه، خیلی عالیه. حالا این لبه رو پهن میکنم روی اون یکی لبه به این شکل. حالا خمیرم رو کمک دستم آروم منتقل میکنم اینجا به این شکل. دمای فر 240 درجه، مدت زمان 15 دقیقه. این برای فرهایی هستش که بالا و پایین با هم روشن هستن. برای منی که از بالا روشن نمیشه، دمای فر 250 درجه و مدت 20 دقیقه. بریم و برگردیم. میدید آرد روش رو یه مقدار با قلمو ازش پاک کنید و کاملا روغن که ریختیم داشت برای این بخشه که به راحتی دونیم بازش کنیم و ساندویچش کنیم. حالا بده کم خونک شفنن خیلی دیگه.